افسوس، افسوس که چی مردهامون و چی زنهامون از تعلیم و از معرفت دور شدیم. اینجا سوال این بود است که یعنی زنهایی که به فرزند هستن اینها را گویا که زنهای گناهگار باشند. نه، اینها زنهای گناهگار نیستند. خدا در قرآن میگوید که من بر شما فرزند نرینه میدهم، در سوره شورا هست، من بر شما فرزندهای مادینه میدهم، یا به شما یک یک بار دوگانیک میدهم، یا اینکه من شما را تماما فرزند نمیدهم. این لفظی همون ترجمه آیتی همون از سوره شورا هست. این قدرت پروردگار است. این برای عبرت گرفتن همون شخصانی هستند که فرزند دارند، که این آدمی به فرزند دیده عبرت بگیر که خدا همین قدرت داشت که تو را به فرزند کند، لیکن تو را فرزند که داده است این نعمت در خیانت نکو، نعمت در راه اسلام پرورش کن. آدم های نابینا را برای آدم های بینا مثل آورده است، حکمت آورده است که خدا میگوید من قادر بودم که تو را نابینا کنم، لیکن وای نابینا کردم، تو را بینا کردم. این چشمها را تو در دیدن حلال کرده های خدا صرف کن. با این چشمها تو به مسجد قدم زده رو. آدم هایی که فلج در بالای جایگاه های خواب خوابند، اونا برای ما و شما عبرت هستند که خداوند میگه من قدرت داشتم تو را فلج کنم، لیکن فلج نکردم. این تنی سالم تو در راه خدا صرف کن. از این خاطر اون زنهایی که به فرزند هستن، این معنی او را ندارد که اونها را خدا غضب کرده باشد، بلکه خداوند نبود است، در تقدیرشان نبود است، از این خاطر اونها را خداوند صاحب فرزند نکرده است. و این زنها و این مادرها هم ناامید نشوند، بلکه به سوی خدا دعا کنند، شاید خداوند برای اونها فرزند نصیب بگرداند. قبرهایی که پیدا شده باشند، بهتر و خوبترش همین است که اون قبرها را پوشیده کنند. اگر ما و شما در حولی ها میکنیم برای یک حاجت خانه کندن که میبراید یک قبر، این قبر را باید که ما و شما روش پوشانده کنیم. و اگر مدتش از 40 سال گذشته باشد، این حالت در بالای این در هر عمارتی که کنین جایز است میگرد در فتواها. حتی 30 سال هم آمده است، 30 سال یا 40 سال که از یک قبرستان که گذشت، میتوانند که همون قبرستان را رشد کنند و در بالاش عمارت ها کنند. وقتی که 30 سال در بعضی از فتوای خلاصه میگد که 40 سال اگر گذرد و در اوجه یگان مرده نه گرانده نباشد، یعنی 40 سال از آخران مرده گذشتگی باشد، آخران مرده که امروز میگذرانیم، 40 سال بعد همین ما میتونیم که همون قبرستان روش کرده در بالاش عمارت کنیم. داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. اگر شخصی از مصالح بینایی مسجد برده خانهش را تعمیر کند، فردا حالی او چی می شود؟ هم آدم هایی که از مسجد می دزدند و می برند، مثال خانه هاشون را آباد می کنند، همونها را رفته پرسید، همونها را حالشون را بینید، خطان می دانید که مثال خداوند با آنها چی معامله می کند. هست که از مسجد در زمانهای پیش همین قدر نگذشت از پدرهای ما و شما میگفتند اگر یک خس از مسجد به خانه برده شود، خانه او خاکباد میشود. یک خس، لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود، یعنی معنای ای را دارد که وی آدم بدبخت است، وای از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدن. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنند در مسجد، و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی می دزدد، وای در گناه او وای شریک است، این آدمی می آوردگی ثواب شد در نزد پروردگار می گیرند. بسیار شرمندگی هست. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، شما خود یکی از ملا امام مسجد شهر کلاب هستید، مرحمت کرده بگویید که اگر قومی که از قفای ملا امام نماز میخواند و ولی برای پیش در آمدن او راضی نیستند، نماز خوانده اونها چی میشود؟
ما اینا چندین بارها گفتگی هستیم که پیغمبر خدا میگوید ثلاثه لعنهم الله، سه قومی هست که در لعنت خدا گرفتار هستند. در بعضی احادیث ها میاد که سه قومی هست که نماز اونها را پروردگار قبول نمی سازد. یکی از اونها کی است؟ من اما قوما و هم له کارهون. یک شخصی که ملا امامی میکند و مردم از او راضی نیست. خدا میگوید، یعنی پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین خیل ملا امام باد که مردم از او راضی نیست و وای به زوری یا به سیاست یا به مالداری یا به فرزندداری یا به دیگر راه ها همون محراب از خود کردگی هست. نابسته قوم از او راضی هست یا نیست، وای ملاگیش دوام داده ایستاده است. پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر این خیل ملا امام باد. یعنی ملا امام باید شخصی باشد که تمام مردم باید دوست دارد، مردم باید احترام کند. دوست داشتن ملا امام و احترام ملا امام از چی پیدا می شود؟ از عملهای صالح خود ملا امام، از عملهای نیک خود ملا امام. لیکن اگر ملا امام باشد که حقیقت گو باشد و مردم حقیقت شنیدن سخنهای او را نداشته باشند و خواهند که وای عوض کنند، اینجا قوم در لعنت خدا گرفتار می شود. السلام علیکم داملای محترم. مرحمت کرده بگویید که در حالتی که مؤذن مسجد اذان را به قاعده هایش گفته نمی تواند، از روی نظر اسلام به او چی حکم هست؟ برای چی ملاها از بالای این نظارت نمی برند؟ یعنی البته کسی که اذان غلط می خواند در نزد پروردگار گناهگار می شود. عزیزای ما و شما می گویند در اذان 10 جای خوف کفر است. یعنی اذان هم باید که شخصی اذان گوید که اذان را گذراندگی باشد. امروز الحمدلله که مثال هست مسجدهایی که، یعنی همه مسجدها الحمدلله امروز آباد هستند، اذانهای درست می گویند. کدام شخصانی که مؤذن هستند می توانند که نزد این مؤذن های یعنی مسجدهای جامع آمده از اینها تعلیم گیرند و رفته در محله ها و قشلاق های خود اذان گویند؟ و الا هم اذان دهنده گناهگار است و هم قومی که اذان او را می شنود، همگی گناهگار می شوند. داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان می گویند و با زبان مادری خود حرف زدن می توانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی می انداخته تا که آنها می فهمیدن که مسلمانی چیست؟ انشاءالله ما در باب لباس هاشکو صحبت داریم، علاهیده صحبت میکنیم و در باب کسانی که زبان مادری خود نمی دانند گفتگی، یعنی اگر شاید اگر عذرهایی باشد زبان مادری را دانستن این افتخار است. هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها و زبان تاجیکی تمامی بگیم همون کاغذ هایی که حجت هایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن این هم یکی از فضل ما و شما را نشان می دهد. برای همین کسانی که دیگر زبانها را مثال می دانند این هم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبان از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی است. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.